همیهنان عزیزم درود بر شما در این ساعت با خبر و تحلیلی بسیار مهم در خدمت شما هستیم به آوای ایران خوش آمدید بازداشت استاندار آذربایجان غربی در حین فرار از کشور رفیق شفیق پزشکیان با چمدان دلار بازداشت شد پیام مهم شاهزاده رضا پهلوی بر علیه سپاه و جمهوری اسلامی یاران مهربان اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید لطفاً با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسان تیم پرتلاش ما باشید. بازداشت استاندار آذربایجان غربی در حین فرار از کشور رفیق شفیق پزشکیان با چمدان دلار بازداشت شد. روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی با چهار چمدان اسکناس دلار که قصد قچاق در مرز رازی را داشت توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و به تبریز بازگردانده شده است سخنگوی سپاه شهدای آذربایجان غربی ضمن تایید این خبر از انتشار خبر تکمیلی تا رسیدگی قضایی خودداری کرد این اتفاق بی سابقه در حالی رخ می‌دهد که محمد صادق معتمدیان از افراد بسیار نزدیک به مسعود پزشکیان و از معتمدین اوست ادعای بازداشت استاندار آذربایجان غربی که از افراد بسیار نزدیک به مسعود پزشکیان محسوب می شود را اولین ضربه حیثیتی به دولت دست نشانده پزشکیان می دانند گزارشاتی نیز وجود دارد که مسعود پزشکیان سعی دارد تا با استفاده از قدرتی که به دست آورده زمینه را برای آزادی این استاندار فاسد مهیا کند مسعود پزشکیان در حالی به عنوان رئیس چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی انتخاب شد که نظام با فهرستی طولانی از بحرانهای کوچک و بزرگ در تمام حوزه ها رو بروست. بحرانهایی که حتی خوشبین ترین تحلیلگران نیز معتقدند بدون تغییرات اساسی در سیاست کلی نظام به ویژه در سیاست خارجی محال است قابل حل باشند. در این میان هرچند از سوی جریان اصلاح طلب ادعا می شود که پزشکیان با چراغ سبز علی خامنه مجری برخی تغییرات در سیاست نظام از جمله در مورد برجام خواهد بود اما جمهوری اسلامی با بحرانهای های بزرگی روبروست که خروج از آنها اصلا ساده نیست در واقع حتی اگر پزشکیان برای حل و فصل این بحرانها راهکار هم داشته باشد اساسا در حوزه اختیارات او به عنوان رئیس دولت نیست که وضعیت را تغییر دهد سیاست های کلان نظام توسط علی خامنه ای و قدرت اصلی تدوین می شود و تا کنون ثابت شده که تمایلی به تغییر در این سیاست ها وجود ندارد. با این همه کانونهایی که تاکنون می توانستند در داخل ایران تأثیر گذار باشند با حجم قابل توجهی از تبلیغات و در همکاری با لابیگران رژیم در خارج کشور و برخی اندیشکده های سیاسی غرب کارزاری نسبتاً گسترده به راه انداختند تا چنین القا کنند که با پزشکیان می شود بعضی مسائل را تغییر داد اصلیترین ترین اولویت در سیاست خارجی هر حکومتی حفظ منافع ملیست اما ارکان و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عمل و از بد و تأسیس هیچگاه متکی بر حفظ منافع ملی و سود عمومی ملت نبود است. آنچه رهبر جمهوری اسلامی در کلیتی از سیاست خارجی می ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور امام زمان جهت ایجاد حکومت جهانی مهدی معود است که بنیاد تفکر آخر زمانی شیعه را تشکیل می مهورهای سیاست خارجی این تفکر در حکومت ایران ترجیح شرق یعنی چین و روسیه به غرب حمایت از جریان مقاومت یعنی شبه نظامیان منطقه و نیابتی ها و البته ستیزه با اسرائیل است شاید اگر رؤسای پیشین دولت در ایران دست کم در حد حرف صحبت از ضرورت تغییر در سیاست خارجی میکردند، اما پزشکیان همین را هم نمی وی از همان روزهای نخست ورود به کارزار انتخاباتی تکلیف خودش را روشن کرد و در جریان مناظرها با سراحت گفت اولویت وی در سیاست خارجی همان چیزی است که مقام معظم رهبری تعیین کرده است عمده مسائلی را هم که با چاشنی انتقاد برای جذب رأی بیشتر به طور شعارگون مطرح شد محمد جواد ظریف به عنوان کلیدی ترین عضو کارزار انتخاباتی پزشکیان و یک نامزد نیابتی مطرح کرد نه خودش مهمتر اینکه لبه تیز هیاهوهای انتخاباتی کمپین ظریف به نفع پزشکیان متوجه خطی مشی سعید جلیلی در سیاست خارجی بود و نه علی خامنه ای. آن هم در حالی که خودش نیز به عنوان وزیر خارجه که هشت سال این مسئولیت را بر عهده داشته به خوبی میداند که رهبر نظام تصمیم گیرنده است و نه رئیس دولت یا وزیر خارجه. حتی اگر رهبران غرب چشم به روی این واقعیت ببندند اما تقریبا برای عموم مردم ایران روشن است که سلطه رهبری جمهوری اسلامی و قدرت اصلی نظام در سیاست خارجی روندی غیر قابل تغییر است که فقط محدود به مسائل استراتژیک و کلان هم نمی شود. در موارد عادی و مموریت های معمولی نیست که جز وظایف وزارت خارجه است، دولت و وزیر خارجهش کاری نیستند. به عنوان مثال، سال هاست انتصاب شماری از سفرای جمهوری اسلامی به ویژه در کشورهای مثل عراق، سوریه، یمن و لبنان که از نظر جمهوری اسلامی جزو محور مقاومت به شمار می روند، با نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می شود و نه وزارت خارجه. این همه در حالی است که بیشتر مردم نیز کاملا واقفند که حکومت اصلاح پذیر نیست و دولت و کابینش چیزی فراتر از نوکران علی خامنه ای نیستند. حتی بسیاری مطرح می کنند که خود خامنه ای هم برای ولادیمیر پوتین نوکری می کند تا قدرتش را حفظ کند. پیام مهم شاهزاده رضا پهلوی بر علیه سپاه و جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی در یادداشتی که 13 ژوئیه برابر با و سوم تیرما در روزنامه تلگراف منتشر شد از دولت بریتانیا خواست در راستای حمایت حداکثری از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به عنوان گامی حیاتی در جهت مقابله با تروریسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد وی تاکید کرده است که مماشات با تهران جواب نداده و بریتانیا حالا این فرصت را دارد تا در برابر رژیم جنایتکار بایستد در مقدمه این پیام آمده تنها چند هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلیکوپتر برخی در جامعه جهانی از جانشین وی مسعود پزشکیان به عنوان یک اصلاح طلب یا میان رو یاد می کنند. تجربه نشان می که وی چون این فردی نیست. او به علی خامنه و سیاست های افراطی جمهوری اسلامی خالصانه وفادار است. شاهزاده در تشریح بحران های حکومت ایران توضیح می دهد بگذارید روشن کنیم که چرا این اتفاق یعنی روی کارآوردن پزشکیان روی داده است. رژیم اسلامی متزلزل، ضعیف و مستاصل است و به همین دلیل اجازه دادند که یک به اصطلاح اصلاح طلب برندگی ریاست جمهوری شود. او در واقع برگی انجیر نظام یعنی پوشش و نقاب است. دموکراسی های غربی نباید درگیر این مانور سیاسی شوند مردم ایران خواهان دموکراسی و آزادی هستند و ما باید در کنار آنها بیستیم و فشار به حکومت را افزایش دهیم و نه اینکه فشار را کم کنیم در بخش دیگری از این یادداشت آمده بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی ایران انقلاب افراطی خود را صادر کرده است مردم بریتانیا با گروگانگیری سوء قصد و حملات تروریستی توسط جمهوری اسلامی بیگانه نیستند دولت کانادا از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال کرد اکنون بریتانیا فرصتی یافته تا رهبری این اقدام را در اروپا بر عهده بگیرد شاهزاده رضا پهلوی در ادامه با اشاره به ملاقاتهای خود با مقامات سیاسی در اروپا عنوان کرد که از ملاقاتهایم با مقامات منتخب در سراسر اروپا دانم برای مسئول دانستن رژیم در قبال جنایاتش عزم جدی وجود دارد با توجه به رهبری چشمگیر دیوید لمی وزیر خارجه بریتانیا در ارتباط با همین موضوع طی سالیان متمادی و همچنین تعهد سریح حزب کارگر اقدام فوری دولت جدید بریتانیا پیامی قدرتمند خواهد بود هم برای رژیم همواره در حال تضعیف شدن و هم برای مردم رنج کشیده ایران در بخش دیگری از این یادداشت تاکید شده است که شواهد بیچون و چرا علیه سپاه پاسداران وجود دارد این تشکیلات تروریسم را در داخل و خارج ایران گسترش می‌دهد و از اقدامات تروریستی حماس، حزب الله، و سایر گروه‌ها در منطقه پشتیبانی و حمایت مالی می‌کند. سپاه از تهاجم روسیه به اوکراین با ارسال پهباد و تسلیحات پشتیبانی می‌کند. این سازمان در خاک بریتانیا مسئول دهها حمله و تلاش برای آدم علیه روزنامه‌نگاران، مخالفان و مقامات است و یک ایدولوژی افراطی اسلامی از طریق شبکه‌ای از مدارس، مؤسسات خیریه و مساجد را در بریتانیا گسترش می‌دهد. او در ادامه می نویسد که این نهاد نظامی در کشور خودم ایران هموطنان دلیر مرا در جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب شکنجه و اعدام کرده است. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به مخالفت دولت‌های محافظه‌کار بریتانیا در این کشور با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران توضیح داد دولت بریتانیا قبلا گفته بود که باید کانالی را برای ارتباط با تهران باز نگه دارد و با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی این ارتباط قطع می شود. روشن است که این درست نیست زیرا بریتانیا یک سفارت فعال در تهران دارد. در این حال این گفتگو چه دستاوردی داشته است؟ نتیجه دهها مماشات برای مهار کردن رژیم آنها را گستاختر کرده و به منابع بریتانیا آسیب رسانده است. وی در ادامه هشدار داده همزمان با اینکه گزینه‌ها بسیار محدودتر می‌شوند، رژیم به بمب هسته‌ای نزدیک‌تر می‌شود و افسود است برخی مدعی شده بودند که تروریستی اعلام کردن سپاه در واقع تحریم شاخه‌ای از ارتش یک کشور است و چنین اقدامی یک رویه دیپلماتیک غیرقابل برگشت ایجاد می‌کند که بعدا میتواند توسط بازیگران بد مانند روسیه و چین علیه غرب استفاده شود این بیانگر یک سوء تفاهم اساسی نسبت به سپاه است که بنیانگذارانش علنا به خود میبالند که نام ایران در عنوان آن نیامده زیرا مأموریت این تشکیلات دفاع از ایران نیست بلکه صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان است در بخش دیگری از این یادداشت آمده با وجود جنگافروزی و جنجالهای اخیر باید آگاه بود که رژیم ضعیف و دچار انشقاق است مردم به مخالفت برخواستند چنان که ما شاهد تحریم انتخابات نمایشی آن هستیم ما شاهد افزایش نشانه هایی از ریزش در داخل نیروهای مسلح هستیم تغییر در ایران اجتناب ناپذیر است این تغییر از داخل کشور پیش برده می شود و ممکن است زودتر از آنچه فکر می کنید روی دهد شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر بر این نکته تاکید کرد برای مماشات و اقدام نظامی یک جایگزین وجود دارد. راه سوم حمایت از مبارزه مردم ایران برای دموکراسی. دموکراسی های غربی با اقدامات عملی خود می توانند از مردم ایران حمایت کنند. نه تنها زمان فشار حداکثری بلکه زمان سیاست حمایت حداکثری فرا رسیده است. این همان مجموعه سیاست هایی است که بریتانیا و غرب برای کمک به سرنگونی آپارتاید در آفریقای جنوبی و رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی استفاده کردند. ایرانیان نیز مستحق چنین حمایتی هستند. در پایان این یادداشت تاکید شده تروریستی اعلام کردن سپاه باید اولین گام حیاتی از تلاشهای های باشد. هموطنان من برای ایرانی میجنگند که با تروریسم و هر و مرج تعریف نمی شود. بلکه با همکاری مسالمت آمیز و روابط سازنده با جهان تعریف می شود. یک ایران سکولار دموکراتیک را تصور کنید که در صلح با همسایگان خود به سر میبرد یک فرصت اقتصادی جدید را تصور کنید که رفاه و صلح منطقی به وجود می آورد. اکنون این امکان وجود دارد. مردم ایران برای تحقق این هدف مبارزه می کنند و با حمایت شما در زمان کمتر و با هزینه کمتر به این مهم دست خواهند یافت. یاران مهربان بسته خبری این ساعت رو به پایان بردیم سپاس از همراهیتون در پایان یادآور میشم لایک ها و کامنت های شماست که به ما انرژی میده همچنان در این مسیر سخت بکوشیم پاینده ایران